به نام خدای مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شما دوستا بیننده عزیز. امروز ما در یکی از ولسوالی های کابل در قریه سلیمان آمدیم و در اینجا اهالی مردم از کمبود آب شکایت دارند. در اینجا هم مدرسه و مسجد ابوذر غفاری است که یک چای کم در اینجا قبلا اینا کنده بودن، فعلا خشک شده. ما از او خاطر خواستیم که با اهالی منطقه صحبت بکنیم و ببینیم که اگر امکانات شما داشته باشیم بتانیم که چاره فعال بسازیم تا اینکه مردم از این چا بتانن استفاده بکنن. ما اکثریت مردم ما از چاهایی که در خانه داشتن خشک است. این چایی که فعلا پیش روی مسجد است هم یام خوش شده. ما به مردم غریب هستن، توان کندن چاره نداشتن. اگر شما لطف کنی امی چاره به ما آبی بسازی یک جهان تشکر شما. فعلا مردم از کجا آب به دست میارن؟ فعلا یک کاریز است به نام کاریز حاجی شام آمد میگن. خوب. از موج تخمین نه نتیجه یک هزار متر دورتر است. هزار متر از دورتر هم شاید باشه. سیاسرا و بچه کای خورد میرن با از موج آب میارن و استفاده میکنن. بسیار زیاد تشکر. انشالله ما کوشش میکنیم که در قسمت آفرش ما انشاءالله امرایتان کمک بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم خواجه احمد جان است، ملک قریه سلیمان هستم. مردم ما بسیار مواجه است به خاطر کمبود آب. همین چاره که کندن توان از زیر ندارند که پایین برند که هاو بده، اما همه قدر بودیجه ندارند. بسیار مردم بیچاره است که بکنن و از این استفاده کنن. بسیار ثواب زیاد میکنی حاجی صاحب به خاطر از اینکه مردم بسیار بیچاره مردم است. ولی همین مسجد که است اداره لفاظ باور میکنی که از کجا هاو میارن؟ بسیار به خاطر وضو کردن ندارن. او اینجا شاگرد است که درس میخوانه، 80 نفر است. 80 نفر در این مدرسه درس میخوانه. بله بسیار با مشکلات او سردوچار است. واقعا ما هم یک روز دیگه آمدیم همینجا دیدیم یک خاله از اون طرف میرفت دا بشکاو میورد. ما دیدیم خب امروز روز هم آمدیم باز تعداد کم بود. همینجا یک استاد بودن امره اونا هم صحبت کردیم دیگه شما حضور نداشتین. گفتیم خیر باز یک روز میایم مفصل گپ میزنیم که انشالله که بگه خدا بخواه بخیر همین کار ما شروع میکنیم که یک تجربه پاداش به همگی شو انشالله. ما در قدم نخست به یاری پروردگار در این ساحه یک مدرسه تاسیس کردیم و این مدرسه مسما کردیم به دارالعلوم خلفای راشدین. در اینجا الحمدلله 3-4 ماه میشه ما رو تاسیس کردیم. تقریبا در حدود یک 200 شاگرد داریم، هم بخش اوناسی هم بخش ذکور. و مردم اهالی قریه یک ذره غریب و بیچاره هستند. در قدم نخست اشد به می آب ضرورت داریم و شما میبینید در پیش روی یک چا است و این چا خوش شده و این بسیار اشد ضرورت داریم که کنده شود. از این طریق میتونه یک نمازگزار اینجا حضو بگیرن، شاگرد ها از این آب استفاده بکنن سه. و شما را خداوند توفیق داد که به بعد در دست پای خود آمدین و بسیار تشکری از شما میکنیم و زیاد وقت شما را نمیگیریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر. بعد از شنیدن سخنان اهالی قریه و بزرگان همراه با چاکن مسلکی در مورد حفره چا صحبت کردیم و بالاخره بعد از هماهنگی با مردم قریه و چاکن کار حفره چا به توکل الهی آغاز شد. بعد از سپری شدن 2 هفته کار حفر به پایان رسید و چا آب پیدا کرد. این بار تمام وسایلی که به خاطر چا خریداری کرده بودیم امرو با انجینران مسلکی با خود به قریه آوردیم. و
در ظرف یک روز به لطف الله متعال وسایل نصب و عیار شد و توانستیم آب را از چاه با وسیله واتر پمپ و سولر آفتابی بیرون کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الله ذوالجلال برای همه ما و شما اجر عظیمی را نصیب بگردانه که تا در این محفل پرشکوه جمع شدیم به نمایندگی از دارالعلوم خلفای راشدین. تشکری می نمایم از علمای کرام، از هیئت الحاج الحافظ عبدالله شمس و مهمانان گرامی. در قدم نخست محفل خود را آغاز می نماییم با صدای قاری صاحب عبدالحی که تا روی استیج آمده محفل ما را آغازگر شود. قاری صاحب عبدالحی شاگرد دارالعلوم خلفای راشدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا از بی بی آجی عابده تشکری میکنیم، پروردگار صحت نصیبش بکند و الله جل جلاله دوستایی که زحمت کشیدن تا اینجا آمدن و خصوصا از آجی صاحب عبدالله شمس تشکری خاص میکنیم و از جناب شیخ صاحب عزت الله و قاری صاحب مدرسه هازا که پروردگار در صحت و سلامتیشان برکت بیاندازه.
حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. و در این بخشی از پروگرام از جناب الحاج عبدالله شمس تقاضا مندیم که تا بروی استیج آمده با سخنان خود محفل ما را مزین سازد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که همتان لباس عافیت بر تن داشته باشین. باز هم سپاسگزار الله متعال هستیم که ما را توفیق ازی را داد تا ای که بتانیم کار چاره بخیر با کمک اهالی خود امی منطقه و قریه و ریش سفیده بخیر کارش را به اتمام برسانیم. الحمدلله که چا آب داده و قسمی که ما در جریان بودیم بسیار آبش هم خوب بوده، انشالله که بخیر مردم استفاده بکنن و در حق کسی که ای چاره حفر کرده و پولش را فرستاده بی بی آجی صاحب در حقش دعا بکنین. از ما طلب دعا کردن، گفتن که به دوستان بگین که هر زمانی که شما از امی آب استفاده میکنین حتما در حق ما دعا بکنین، چرا که اونا هم مشکلاتشان دارن دیگه. انشالله که الله متعال از اونها قبول بگردانه و هر مشکل که دارن مشکلشان حل شوه و هر مراد مقصد که دارن انشالله که الله متعال به مراد مقصد برسانشان. ما و شما میفهمیم که کار حفر چاب، اعمار مسجد، ساختن سرک، پل، تمام اینا در جمع صدقات جاریه حساب میشه. او صدقی است که تا زمانی که از او مردم استفاده میکنن ثوابش جاری است و حتی که او شخص فوت هم میکنه باز هم الله متعال ثواب اونمو کار را که کرده و خدمات را که انجام داده، پل را که ساخته، مسجد را که اعمار کرده یا به اصطلاح هم چای را که افر کرده ثوابش تا به روز قیامت الله متعال بر از او مینویسه و ثوابش بی نهایت است. ما و شما زمانی که قرآن پاک مطالعه میکنیم در امو صفحه اولش در سوره بقره ما شما در آیه 3 میخوانیم که الله متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. این کتاب کتابی است که با پرهیزگارا است، با متقین است، یعنی هدایت با پرهیزگار است. بعد از اون پرهیزگار در این آیه بر ما تشریح کرده که پرهیزگار یعنی چی، پرهیزگار کی است. میگه الذين يؤمنون بالغیب، اول چی است؟ ایمان به غیب است. متقی کسی است که با آن چیزی را که ندیده ایمان و باور داره. ما و شما پیغمبرا را به چشم ندیدیم، ملائکه ها را ندیدیم، الله متعال به چشم ندیدیم، اما با تمام از چیزا چی داریم؟ ایمان داریم. اینم چی است؟ امنو بالغیب است، یعنی ایمان به غیب. دوم شرطش چی است؟ یقیمون الصلاه، که اینال وقتی که تو ایمان داری باید از ایمانت در عمل نشان بدی و نماز برپا بکنی، نماز خواندن است. و بعد از او در آخر میگه و مما رزقناهم ينفقون. این نکته بسیار مهم است که از آن چی که ما برشان روزی میتیم انفاق میکنن. دیجه بر ما متقیر تشریح میکنن، متوجه باشین، دیجه بر ما تجار تشریح نمیکنن. نمیگه که پولدار کسی است که صدقه میکنه و نماز میخونه. این به عام گفته، یعنی هر کسی که میگه من متقی هستم باید از که نمی سه شرط او باشه. به این شکل الله متعال در سوره بقره آیه 274 میفرماید الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسایی که انفاق میکنن، کسایی که صدقه میکنن، خیرات میکنن، اموال خدا شب و روز، لیل و نهار، سر و علانیتن، به شکل پنهانی و آشکار. بعضی هاست که مثال صدقه میکنه هیچ کس نمیبینه، او هم ثواب خدا داره. و کسی که آشکار میکنه این فایدهشی است که دیگرها هم تشویق میشن، دیگرها هم شوق رغبت پیدا میکنن که من هم باید از همین کارا بکنم. یک فایدهش است. فلهم اجرهم عند ربهم، اجر پاداششان نزد پروردگارشان است. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، و او کسایی هستند که این کارا میکنن نه ترس در وجودشان پیدا میشه، نه اونها ترس دارن و نه هم غمگین میشن، یعنی غم و تشویش و جگرخونی تمامش از زندگیشان میره. از همون خاطر ما و شما میگیم که صدقه چی است؟ رد بلا است. به خاطر وقتی که بلا در زندگی ما نباشه پس غم و تشویش از کجا شد؟
صدقه ما میکنیم که بلاها و مصیبت ها از پیش ما دور شود. امروز مشکلات و مصیبت هایی که در وطن ما و شما در افغانستان است به خاطر زمین است که ما دست یکی دیگه خود نمیگیریم، در قصه یکی دیگه خود نیستیم. برادر ما در پولی ما گرسنه خواب میشه، ما و شما عیش و نوش خود میکنیم. به نمی خاطر است که مصیبت ها، مشکلات، فقر، بدبختی، جنگ، جهالت تمامش دامنگیر ما و شما شده. اگر ما و شما همدردی بکنیم، دست یکی دیگه خود بگیریم، با یکی دیگه کمک بکنیم، یک نفر در مدرسه شامل بسازیم، یکی را در مکتب شامل بسازیم، هیچ مشکل بر ما و شما نیست. نظر به می آیه که الله متعال میفرماید ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ان شاء الله که الله متعال بازم این صدقه جاریه را قبول بگردانه و زحمت های تمام شما را که در این عرصه کشیدین ان شاء الله که الله متعال اجر پاداش صد چند و هزار چند برتان نصیب بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان، حاجی صاحب واقعیت که خیلی زحمت کشیدن، خداوند خیرشان بده و ما ازشان زیاد تشکری میکنیم. زیاد وقتتان نمیگرم، خداوند مولوی صاحبم خیر بده که واقعیت زحمت زیاد کشیدن. از عالم نوجوان با ابتکار، مسمی، مخلص و خدمتگزار ملت و مردم استاد محترم عبدالله شمس صاحب، واقعا که مصداق امی حدیث پیغمبر گرامی است که من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که از خدمت یک انسان تشکری نکرد، او در حقیقت تشکری از الله نکرده. واقعیت که استاد گرامی بسیار زحمات کشید، هفته یک دفعه دو دفعه از این مردم از کاری چا مراقبت و نظارت میکردن، بار بار با ما تماس میکردن کار چی تو شد، ما گفتیم بسیار به شکل احسن و خوب پیش میره، خیر ببینن. و حیاتایی که امرای خود داشتن هفته دو دفعه سه دفعه ای کاکا محمود صاحب دیگه دوستایی که امرایشان میآمدن، الله زحمتایشان قبول و منظور بفرماید. و خصوصا در رأس تمام دنیا عالم اسباب است، الله مسبب الاسباب است. الله بی بی هاجیه را، بی بی هاجیه عابده را، تخاری را یک اسباب قرار داده توسط آجی صاحب. آمده در یک قریه که ما بسیار تشنه بودیم، مرده بودیم، ما را زنده کرد. سرزمینی که آب نداشت و مرده است، الله ما را توسط این شخصیت ها ما را زنده ساخت. الله و این صدقات هم به درباری خود قبول و منظور بفرماید و این را سبب مغفرت الهی، سبب رضای پروردگار، سبب دخول جنت، سبب نجات از دوزخ بگردانه برایشان. پروردگارا در عمرشان، در سیانمندیشان، در مالشان، در تمام ابعاد زندگیشان الله اینا را سرفراز کامیاب بگرداند. و پیغمبر گرامی اسلام میفرماید که بادر و به صدقه شما مبادرت بکنین، چالاکی بکنین، سبقت بکنین از یک دیگر. به صدقه دی، به صدقه، به صدقات و خیرات. بهترین صدقه همو صدقه است که مردم مستحق است و او صدقاتی که ثواب یزی، استفاده یزی، این دوامدار بوده، این بهترین صدقه است. واقعیت که اهالی قری ترمان، مردم سلیمان بسیار مستحق این صدقه بودن. الله امیت شخصیت ها را در تقدیر نویشند که دمی سرزمین آورد برای مردم خدمت بسیار بزرگی کرد. الله را قبول و منظور بفرماید. زمانی که صدقه شد، انفاق شد، سخاوت شد، درد و بلا مصیبت هیچ وقت بالای مردم نمیاد. پیشتر هم آجی صاحب اشاره کرد که ما تمام پریشانی، تمام دیگرگونی، تمام دردها را میبینیم، چرا که دستای ما در زیر قول ما بند است، انفاق نمیکنیم. اگر داریم میگیم نداریم، اگر داریم انفاق نمیکنیم. الله را قبول و منظور بفرماید. بنابر همین دوستا یک قصه یادم آمد. زمان در صدر اسلام یک صحابه اکرام یک چراغ از سرزمین شام آوردن، مسجد تاریک بود. پیغمبر گرامی اسلام داخل مسجد شد، دید یک علیکن در محراب روشنی میکنه. گدایی کدام چلایی چرا کدام شخصیت آورده؟ گفت فلان صحابه از سرزمین شام آورده. بعد از ختم نماز پیغمبر گرامی اسلام صحابه را در آغوش خود گرفت، گفت خداوند دنیا و آخرت قبرت روشن بکنه، خانه خدا را روشن کردی. و امروز که شخصیت های سرزمین ما روشن ساختن و خصوص دارالافاد مسجد را روشن ساختن، ما دعا میگیم پروردگار دنیا و آخرت قبری در روشن بگردان. یکی
اما امروز آجی صاحب و بی بی آجی صاحب الحافظ الحافظ استاد گرامی ما استاد عبدالله شد، اما شما سودای نادیده کردید. الله در مقابل سودای نادیده شما، الله دنیا و آخرت برای شما میده. الله توفیق عمل برای شما دیگه مزید نصیب فرماید. اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسایر المسلمین، فاستغفرون و الغفور رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. تشکری میکنیم، اظهار سپاس میکنیم از الله منان که بندگانی خود را، محبین خود را سبب میگردانه به خاطر رشد علم، به خاطر تازه کردن علم و معرفت بارگاه الله رب العزت و المنان، بعضی از دوستان خود را الله ذوالجلال سبب قرار میده، بعضی از دوستان خود را الله ذوالجلال خاص میکنه به صدقه کردن، خاص میکنه به کارهای خیر، که الله ذوالجلال همان شخصی را که الله توفیق داده اینجا حضور داره سبب از برای هزمون شخص، او کسی که اظهاری مسما و نامگذاری او شخصی را میکنه که الله ذوالجلال او را در راه رشد دین خود قرار داده. الهی پروردگارا ای صدقات و ای خیرات و ای زکات و هر چیزی که هست الهی پروردگارا در راه تو تعیین شده و در راه تو مصرف شده الهی پروردگارا مقبول بگردان. الهی پروردگارا او کسایی که سبب از برای رشد دین میشه الهی پروردگارا آنها را هم جناتی برین و همچنان اجر و پاداش برایشان نصیب بفرما. الهی پروردگارا او شخص خیری که کمک کردن، حفرچا برای ما کردن، الهی پروردگارا برای بندگانت سبب خوردن از آب شد. الهی پروردگارا در بدل هر قطره از آب برایشان اجر و پاداش نصیب بگردان. و همچنان باز هم در جملات دعایه ازشان دعا میکنیم که الله ذوالجلال هر مشکلاتی را که در دنیا و آخرت داره الله ذوالجلال مشکلاتشان را حل بگردانه. اگر مریض داره، متعلقین و متعلقاتشان مریض است، الهی پروردگارا خودت از شفاخانه های غیبیت برای متعلقین و خودشان شفای عاجل کامل نصیب بفرما. و همچنان مشکلات شرعیشان را در دنیا حل و فصل بگردان. و همچنان او کسایی که سبب روان کردن ای کار خیر شده الهی پروردگارا از آنها حوال هم تشکری میکنیم و همچنان اجر پاداش نصیب حال اونها هم بگردان. و اقول قولی هذا، استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتک. محفلم بخیر با ختام رسید و مبارک آمدیم و اینا بسیار لطف کردن با ما، چپان هم آوردن، بسیار زیاد ازشان تشکر میکنیم. انشاءالله که الله متعال اجر نصیب بکنم با بی بی آجی صاحب و با مردم قریه که به این کار زحمت کشیدن، تلاش کردن. یعنی آبم بسیار خوب خوب آب داره، شیرین هم هست، سرعت سرعت آب که آب خودن 15 متر ذخیره پر شده دیگه. اهالی قریه ما را هم از این استفاده میگه خوش هستن، خدای را قبول و منظور بگرد. سلامت باشین. اگر بازم کدام مشکل دیگه که در مدرسه شما باشه او را میشه بر ما دمی فعلا بگین دمی ویدیو که ما اگر بتونیم در برنامه آینده خود مشکلات دیگه هم که مربوط به قریه و مدرسه میشه ما بتونیم ان شاء الله. تشکر باشه، خانه تو مود بخیر باشین. اینمی سمت چوی ما را میبسه گوزه خانه ساختی می نیجه فایده باش درست کندی اینمی اشان ضرورت است. اگر خصوما میتونی یک کسی دوستای دیگه میتونه اگر دمی صدقه جوری اگر سم بگیره خانه به خاطر وضو خانه وضو خانه سی وضو درست است. ان شاء الله یک برآورد میکنیم، سنجش میکنیم که چقدر میشه. دوستا را در جریان میمریم. تشکر که کمک کرد ان شاء الله. باز بخیر تشکر، سلامت باشین. بازم تشکر میکنیم از تمام شما دوستایی که تا این لحظه با ما همراه بودین. بازم اگر شما میخواین که کمکتان، صدقاتتان از طریق ما به مردم مستقیم برسه، میتونین که از طریق واتس اپ با ما به تماس شوین. ان شاء الله تا ویدیوهای بعدی شما رو به الله متعال میسپارم. همیشه شاد، موفق و سعادتمند در دنیا و آخرت باشید. الله یار و نگهدارش.